سرانجام مجلس نمایندگان با گذشته پر سر و صدایش سال سوم کاریش را هم آغاز کرد. اما هنوز هم در برابر چگونگی عملکرد مجلس نمایندگان در زمان باقی مانده‌اش سوال‌های زیادی وجود دارد. آیا واقعاً این بار موضوع استیزا و استهزا مبدل نخواهد شد؟ آیا واقعاً شما را از جای مجلس نمایندگان افغانستان در فساد اداری موجود دخیل هستند؟ و سرانجام دورنما و نگاه مردم نسبت به مردم سالاری با این وضعیت موجود چگونه خواهد بود؟ آقای میرویس یاسینی معاون اول مجلس نمایندگان افغانستان پاسخ میگویند. سپاسگزار آقای یاسینی از حضورتان. تشکر سر شما. حالا شما تازه به پست معاونیت اول مجلس نمایندگان افغانستان هم انتخاب شدن. میخواییم بفهمم که در آینده نزدیک مجلس چه برنامه روی دست داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه‌ای که در آینده نزدیک مجلس زیر دست داره او عبارت از چند قانونی که بسیار مشکل است و قانونی که بسیار ضروری است برای مردم ما، بر جامعه ما و بر دولت داری ما. قوانین است، اول قانون انتخابات در پیش روی خود داریم و به تاریخ 8 اپریل که تقریبا 16-15 ماه حمل ما و شما میشه انشاءالله در اجندا میگیریم که سرش کار شد. بعد از این قانون تحصیلات عالی است و قانون منع خشونت علیه زنان که از سه قانون دارای اهمیت زیادی است و مجلس نمایندگان در اجندای اولی خود بعد از استیضاح 11 وزیری که مطلوب است که باید به پارلمان بیاید و پرسش صورت بگیره و بعد از او ضروری است که تمام استیضاحها منجر به عدم رای عدم اعتماد شود، لیکن باید به مجلس بیاید و مجلس جوابگو باشد. آقای یاسینی، پیش از اینکه در مورد چگونگی استیضاح وزرا صحبت بکنم، میخوایم بفهمم که چرا پس از چندین سال هنوز هم قانون محو خشونت در برابر زنان در مجلس باقی مانده و تصویب نشده؟ متاسف هستیم و با تمام تاسف که بسیاری از کارها باید در چندین سال پیش از امروز صورت میگرفت، ولی صورت نگرفته و از دمی قسمت بعضی جنجال ها هم بود. میفهمیم که پارلمان یک صنف درسی نیست، وکلا از خود دیدگاه ها داره، نظرات داره و طبق سلیقه ها و طبق مسلک های خود باید بگوییم که با مسائل برخورد میکنه. لیکن در هر صورت ما انشاءالله امیدواری زیاد داریم که ما قانونی منع خشونت علیه زنان افغانستان یا زنان کشور ما که او متشکل از دختران ما، مادران ما، قاهران ما است که باید قطعا و جدا صورت بگیره و به تصویب برسه. در تازه ترین مورد متن را خواستم که خواندم که نوشته شده بود که ولسی جرگه در جستجوی جیب خرچی در فصل بهار. آیا واقعا شما فکر میکنید که چنین است؟ دموکراسی ببینین یک پدیده است که از خود محاسن هم داره و معایب زیادی هم داره. چیزی تهمت هایی که بالای هر ارگان وارد میشه، ما فکر میکنیم که یکی از این تهمت ها بدون ثبوت، لیکن ای را باید بگیم، ای را باید اقرار کنیم و ما و شما اگر وجدان راست خود نگوییم بالاخره به نتیجه نمیرسیم. کشور در موجود در مجموع یک تقابل داره با فساد، یا به عبارت دیگر ما مشبیخن هستیم امرای پدیده فساد. و در افغانستان چون همه کشورها چهار نوع فساد موجود است. اول فساد اداری که اداره حکومتی از فساد دیگه به سطور رسیده، مردم از دست فسادی که در حکومت است به سطور رسیده و فریاد میکشه با گذشتن هر روز یک نوع. دوم فساد تجارتی است که گریز از مالیات است. سوم فسادی است که فساد سیاسی ایده میگه که ما در انتخابات هم داشتیم، در انتخابات رئیس جمهور، چون که گروه ها و گروه ها به عنوان که یک چیزی باجگیری از رئیس جمهور داشته باشه و برایشان رای میده و از او غیر قانونی یا به مسابقه که او شایسته قانونی دارای امی حقوق نباشه، این چیز ما داریم و این سرایت بکنه به پارلمان هم در انتخابات پارلمانی و در بعضی موارد کم فشار علیه بعضی وزیرا، مخصوصا در تقرری ها که اگر سنا 100 نفر باشه و مجلس ولسی جرگه 245 نفر باشه، ما 345 نفر
نفر داریم که مؤثریت خود داره بالای حکومت و توسط فشار خود از وزیرا یک تا باجگیری داره. این کار ناشایسته است و ایده ما تایید کردن میتونم تایید کردن میتونم و تایید یعنی به این معنا که پذیرفتنی نیست برای پذیرفتنی نیست برای ما، ولی چون این چیز وجود داره. بله بله، ما میگیم که تا یک حدی وجود داره، نه به اون صدایی که در از حال مردم است، لیکن چیزهای وجود داره. آقای یاسینی، چیزی که بیشتر مطرح میشه، حالا شما ذهنیت مردم را گفتن، از سوی خود اعضای مجلس نمایندگان چند مورد اشاره شد، از سوی کمیسیون مبارزه با فساد اداری مطرح شد. ما برای شما چند نمونیش میخوایم بگویم. بیشتر از این، از فساد گسترده در دبیرخانه مجلس گفته شد، فساد در انتخاب هیئت اداری گفته شد، فساد در انتخاب رؤسای کمیسیون ها گفته شد، فساد در روند رأی اعتماد یا عدم اعتماد وزرا مطرح شد، معامله در ریاست مجلس گفته شد، کمیشن کاری و کلا مطرح شد. با این همه آیا واقعا فکر میکنید همه ذهنیت عامه مردم است؟ خدمت شما عرض شود که فساد در انتخابات رئیس مجلس قطعا نبوده. نه، انتخاب ریاست مجلس نه، ریاست مجلس نبوده. و در انتخابات ما بقیه هیئت اداری ما محسوس نکردم، خودم یک کاندید بودم و خودم الحمدلله دی اما گفته میشه که در این انتخابات هم میلیون ها دلار مصرف شد. میلیون ها شاید مبالغه باشه، لیکن خدشه از این رو است که نشده باشه. من کدام ثبوت ندارم، لیکن هم شایعاتی که در داخل و در بیرون مجلس وجود داره او را ما میبینیم و میشنویم. یعنی شما فکر میکنید چون این چیزی وجود نداشته؟ نه، من او را تایید کرده نمیتونم که عدم موجودتی که وجود نداره، لیکن اینم ما به اثبات رسانیده نمیتونیم. چیزی که ما به اثبات رسانیده نمیتونم، اگر بوده هم باشه، لیکن شواهد و بیانات مرا تا به حال دال بر این نساخته که من ایده کاملا بپذیرم و ایده کاملا من تبدیل کردم نمیتونم. آقای یاسینی، حالا یک سوال مطرح میشه. زمانی که شما این موارد رد هم نمیکنید و چند موردش ما هم اشاره کردم که در مورد مجلس گفته میشه، چرا مجلس یک موضع‌گیری رسمی در همچون موارد نمیداشته باشه؟ فساد در از سوی اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، از سوی خود اعضا مطرح میشه، فساد از سوی اداره مبارزه با فساد اداری مطرح میشه. همین اقدامی را که مجلس باید بگونه یک کل بکنه چی بوده تا روز؟ ببینیم، از سوی اداره مبارزه با فساد اداری چیزهایی که تا بار ما شنیدیم چیزهای افاقی بوده و مستند نبوده، یک نکته. نکته دوم، پارلمان اصلا یک کلاس و یک صنف درسی نمی باشد. دموکراسی در بطن خود و در متن خود و در موجودیت خود هم پدیده های منفی خود داره، هم نقایص داره و هم فواید داره. از جمله پدیده منفیش فساد است. ما خدمت شما عرض کنیم که موجودیت فساد ما کاملا رد کرده نمیتونم و متاسفانه اگر بوده باشه یک پدیده بسیار منفی که تأثیر منفی داره بالای خانه ملت و بالای نمایندگان ملت. آقای یاسینی، حالا سوالم همینجا هست. زمانی که وجهه پارلمان به عنوان یک کل نزد مردم زیر سوال میره، زمانی که حتی من نقل قول از والی هرات می داشته باشم که متهم میکنه وکلای هرات را برای چالاکی در انتخاب خویشاوندایشان در پست‌های حکومتی، زمانی که از کمیشن کاری اعضای مجلس نام برده میشه، همین مجلس به عنوان یک کل به خاطر تثبیت وجهه چه کار انجام داده؟ هیئت اداری و مجلس در عموم و کمیته روسا زیر دست داره که یک لایحه عملی اخلاقی را برای تنظیم خانه ملت داشته باشه و نقاط است بسا مهم. و اگر ما جلوگیری از این قبیل کارهایی که جناب والی صاحب هرات گفتن و اشاره کردن و موجود باشه و حقیقت داشته باشه، واقعا یک کاری جدا منفی است و ما را بیشتر از همه دوائر و ادارات این ملت متضرر می‌کنه. حتی خود اعضای مجلس، آقای یاسینی، چند پیش من شنیدم یکی از اعضای مجلس میگفت که خیلی ها شرم‌آور است که شما به هر وزارت مراجعه بکنین 10 وکیل زیر درختان منتظر کمیشن کاری است. یعنی فکر نمی‌کنین که حالا مردم چی فکر بکنن؟ عین واقع زیر بحث است و یک چیزی که برخورد لفظی که به وجود آمد برخورد ناشایسته بود. و باز هم میگم که ما مردم باید مسئولیت گریز نباشیم، این را باید بپذیریم که این چنین لبها در پارلمان شده است، سر و صداها بلند شده است، لیکن هیئت اداری و خانه ملت مجبور است که خود از این اتهام شستشو کنند بگونه که تانوز نکردن، بگونه که یعنی ملت باید جوابگو باشه. این باید اقرار کنیم. متاسفانه تا هنوز هیچ کاری صورت نگیرد. آقای یاسینی، اکنون شما معاون اول مجلس نمایندگان افغانستان هستین. برخی از اعضای مجلس بیشتر از این میگفتن که استیزا شد.
آیا فکر می کنند اگر همان نقل قول را به کار ببرم این بار استیضاح نخواهد شد؟ تمام استیضاحها منجر به عدم اعتماد نمیشه. ما باید فرق بکنیم بین استیضاح و بین رای سلب اعتماد. بدون شک من میخوام اشاره بکنم که همین عدم اعتماد یا اعتماد صورت نگرفت دیگر پیشتر از این. میان وزیرا میان جوابگو هستن و این حتمی نیست که باید حتما استجواب از دیگر سلب اعتماد آخه یاسینی شود. حالا تفاوت بین استجواب و استجواب پس چی است؟ درست است، صندوق ماندن است و رای گرفتن ولی چون این چیز نشد و آیا ما منتظر میمانیم یک هفته دیگه که در هفته آینده ما چی نتیجه میگیریم؟ پیش از این داوری کردن و فکر من یک کاری غیر منطقی از نقطه نظر معاون اولی ولسی جرگه نخواهد بود. حالا اگر به عنوان معاون اول ولسی جرگه و یا هم به عنوان عضو مجلس نمایندگان یا به عنوان یک شهروند بخوایم بفهمم اگر این بار مجلس نمایندگان افغانستان قادر به استیضاح وزرا نشوند فکر میکنید که به چه مجلس زیر سوال نمیره؟ در آذان همه مردم بله، ولیکن در پرتب قانون نخیر. ما میبینیم اگر موارد یعنی چی فیصله‌ای که صورت گرفته در پرتو قانون نبوده؟ نه، اونا میگم که در پرتو قانون بوده ای از صلاحیت خاص مجلس نمایندگان است، شورا است، لوسی جرگه است که باید وزیر را استیضاح کنه. بعد از این که ما دلایلشان را میشنویم و سوال ها صورت میگیره، اگر مجلس تصمیم گرفت که این محتاج به ایست که باید عزل شوه، سلب اعتماد شوه و شاید او مواردی را داشته باشه، وزیر دلایل خود را داشته باشه در قسمت عدم مصرف کردن بودجه، اما او موضوع استجواب میشه آقای یاسینی. اینجا استیضاح تصویبش مطرح شده، ای اصلا از صلاحیت های اختصاصی ولسی جرگه، پس تصمیم هم گرفته شده اختصاصی ولسی جرگه است که به حساب صلاحیت های اختصاصی ولسی جرگه تصمیم گرفته شده، لیکن منتظر میمانیم که در هفته آینده ما اگر جات بگویم و اگر اضافه گویی کنیم شاید بنوی از انواع مجلس را متاثر بسازه یا فلور را متاثر بسازه و ما خدا این حق نمیتیم که قبل پیشداوری داشته باشیم در این موضوع. ما نمیخوایم که در این مورد شما پیشداوری داشته باشین. به عنوان یک شهروند حالا تصمیم گرفته شد باید وزرا همو شما را که پیشتر شما اشاره کردن استجواب و استیضاح شوند، اگر چنین کار صورت نگیره بالفرض فکر میکنید که به چه مجلس زیر سوال نمیره؟ در مجموع در اذهان مردم بله، لیکن اگر باز موارد قانونی نباشه و یا مجلس فقط از یک قاطعیت خاص کار بگیره که صلاحیت ماست که یک وزیر رو به استیضاح کنیم، حالا شما نمیدونید که تصمیم بر اساس قانون گرفته شده یا خیر؟ تصمیم بر اساس قانون کلا گرفته پس باید صورت بگیره، لیکن پروسیجر یزی میمانیم که جوابای از چیز اگر او جوابا به خانه ملت جوابای مقنعه داشته باشه با آقای یاسینی جواب... زمانی که جوابای مقنعه باشه او خود استجواب میشه دیگر، استیضاح برش نمیدونه، بس صندوق گذاشته نمیخواد. در استیضاح طوری است که هر کس از خود حق داره که حق دفاع رو باید. پس تفاوت بین استجواب و استیضاح چی است؟ ببینیم استیضاح یک حالتی و یک دوری است که شدیدتر از استجواب است، یعنی ممکن است محتمل است که صندوق مانده شوه و محتمل است که مانده نشوه. در استجواب هم چنین چیزی است؟ نه قطعا در استجواب اگر به استیضاح مبدل نگرده و خیلی جدیدتر نمیشه. حالا ما میخوایم بگویم که حالا به استیضاح مبدل شده دیگر، شما چون این فکر نمی کنیم باید استیضاح شما این وزارا؟ نه اصلا ما فکر نمی کنیم، بلکه ما یقین دارم. خب پس شما فکر می کنید که باید صندوق گذاشته شود؟ ما این مجلس مجلس صورت یعنی باید صندوق گذاشته شود، مجلس تصمیم میگیره و این مجلس خب تصمیم گرفته شده آقای یاسینی، با صندوق ماندن تصمیم گرفته نشده، یعنی استیضاح گرفته شده. دو مرحله داره، ببین دو مرحله داره، یکی پروتوکول است و دوم مرحله‌ای که صندوق ماندن است. صندوق ماندن فقط به صلاحیت اکثر وکلات، اگر اکثر وکلات تصمیم بگیره که باید صندوق مابان در صورت مانده میشه. ما از این خاطر با عنوانی باید محتاطم باشیم با عنوانی حالا تا جایی که من اصول وظایف داخلی مجلس خواندم استجواب و استیضاح خیلی در موردش وضاحت داده شده، به هر حال که شما نمیخواین بیشتر از این صحبت کنه. آقای یاسینی حالا فراتر از مسئله مجلس، شما به عنوان معاون مجلس نمایندگان افغانستان هستید، در تازه ترین مورد سخنگوی رئیس جمهور میگه که ماموریت ناتو در افغانستان بی‌هدف و غیر عقلانه بوده. آیا واقعا فکر میکنید چنین؟ اگر جناب علی و ما باید داشته باشیم این در جواب اظهارات آقای راسموسن بود و آقای راسموسن به یک لحظه شدید به عنوان رئیس ناتو یا سرمنشی ناتو به جمهور رئیس افغانستان خطاب کرد
و بعد از حرفایش مزهک خوند، از تر از بله حرفای رئیس جمهور مزهک خنداور خوند. بله ما میگیم که ما اصلا من هست یک افغان با مخالفت سیاسی و مخالفتی که مبنی بر اساس هاست، یعنی مخالفت نیست که مخالفت محض مخالفت برای مخالفت باشه که بنده داشتیم ایج بجای، لیکن صحبت های رئیس جمهور افغانستان توسط یک خارجی خواندن غیر قابل قبول است. اول بیانی که از طرف سخنگوی رئیس جمهور برآمد از ریاست جمهوری غیر قابل پذیرش است، و اینو ما باید بگوییم که او گفت که جنگ ناتو علیه تروریسم به هدف و غیر عاقلانه خواند. در این جنگ ما هم شریک بودیم با این عنوان که در جنگی که ما شما شریک بودیم غیر عاقلانه خواندن یک تن از به خود ریاست جمهوری، یک تن از به خود این ملت. این سوال رو ما جدا رد. حالا سوال همینجا پیدا میشه آقای یاسینی، خب پس فکر میکنید زمانی که حکومت افغانستان هم جز از این ماموریت بوده و ناتو هم در اینجا حضور داشته و جنگیده، پس چرا از کاخ ریاست جمهوری چنین حرف به میان میاره؟ غیر قابل فهم است و غیر قابل قبول من حیث یک افغان، من حیث نماینده ملت و من حیث نایب پارلمان. و شدیداً ما این حرف ها را نه تنها که غیر لازم میبینم، بلکه شدیداً ایرا در موردش تحفظات خود دارم و فکرمندی خود دارم و ایدا ما ابراز کردیم و ابراز هم میکنم. در آخرین مورد چیزهایی که رئیس جمهور بیشتر حرفای تند و تیز در مورد آمریکایی ها مطرح کرد، شما هم از این صحبت ها گفتن که بیشتر شخصی از این صحبت های رئیس جمهور و صدای ملت را هم بلند خواهیم کرد. حالا معلوم شد صدای ملت چی است؟ ببینیم بعد از یک سفر آقای جان کری داشتیم فضا تبدیل گردید، فضا مطلقا مبدل به یک فضای صلح شد. چیزی که ما خواهان بودیم مخالفت برای مصالحت است، مخالفت برای اصلاح است، نه مخالفت برای مخالفت. وقتی اگر ببینیم که جلال نواب جمهور رئیس به زعم خودش یک صحبت های بگوید و که او نمایندگی ملت کافی ملت افغانستان احساساتش تو موهاتش رای نکنه، ما صدا را بالا میکنیم و صدا را بالا میکنیم. پس فکر میگم چون این کار کردن رئیس جمهور؟ ما خدمت شما عرض کنیم که عالی وضع خوب شده، وضع بین ناتو بیشتر از این فکر میکنن برخلاف منافع مردم افغانستان رئیس جمهور صحبت کرده. ما خدمت تو عرض کنیم که در اون وقت ما فکرمندی خود ابراز کردیم و هنوزم به اون دلیل خود قاطعانه، و دلیلی است که ما مخالف امی صحبت هایی که از بدون ارد از درون ارد بیرون میشد مخالف بودم و مخالف هستم. پس از صحبت های تند و تیز رئیس جمهور در تازه ترین مورد شورای علمای افغانستان به نیروهای خارجی هشدار داد که اگر از هم رئیس جمهور برای خارج شدن از ولایت میدان وردک و مسئله سپردن زندان بگرام سرپیچی بکنن، در او صورت به معنی اشغال افغانستان خواهد بود. که بدتر از این شما را اعضای مجلس گفت که شورای علما هم ابزار قرار گرفته در دست رئیس جمهور. ببین خطوط اساسی روابط خارجی این کشور باید شورای علمای رسمی ما باید متعین نکنه، و ما جدا از این ناراض بودیم و ناراحت بودیم و ناراحتی ما و بسیاری اعضای مجلس نمایندگان به جای بود و به جای است. ما این را تاییدم کردن میتونم و اینقدر صلاحیتی که صلاحیت حتی صلاحیت فتوایی را شرایط فتوا را قبول نمی پورا کردن میتونم، اون شرایط فتوا هم در اوج موجودیت نداره و این خلاف قانون اساسی افغانستان است. شما زمانی که میگن که حرفای که از آدرس شورای علمای افغانستان گفته میشه خلاف منافع افغانستان هست، ما میخوایم بفهمم که پس بر اساس چی باید سیاست گذاری با کشورهای خارجی صورت بگیره؟ شما عضو مجلس هستین، تا هنوز سیاست حکومت یا دولت افغانستان وجود داره؟ خطوط اساسی از طرف دولت سالهای گذشته به ولسی جرگه آمده بود، ولسی جرگه او را رد کرده، تا هنوز دیگه مصوبه خصوصی خطوط اساسی سیاست خارجی کشور ما با دولت نرسیده، لیکن ما خود ما باید یک طرح بیتیم و سر یک طرح کار میکنیم که دولت را متوجه خطوط اساسی یا بگیم با قاعده و اساس خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان ترسیم کنه و از طرف شورا به حکومت یک بازی وکیل شبای وکیل شبای نخبگان پارلمان زیر دست دارن که یک لایحه کلی باید باشه، یک طرح کلی باید باشه و در ضمنش به جدت و به شدت از خطوط اساسی روابط خارجی افغانستان صحبت شده باشه. حالا در مورد سفر رئیس جمهور، قرار از رئیس جمهور به قطر سفر بکنه،
و بیشتر به مفهوم ازی است که بتوانم روند گفتگوهای صلح را از نزدیک نظارت بکنم و یا هم بیشتر کار شود بر نزدیکی دیدگاه ها میان طالبان و حکومت افغانستان. دید شما در این مورد چه است؟ اصلا این سفر به دعوت امیر قطر صورت میگیره و چون ما شما میفهمیم از لحجه دعوت سفر که رئیس جمهور را قناعت بیشتر بده که حراسی نداشته باشه از موجودیت دفتر طالبان در قطر و آیا قطر به چی گونه میتواند که در این مورد رول خود بازی کنه و نقش خود داشته باشه. لیکن ما توقع زیاد را از این سفر ندارم، چرا که یک خبر غیر تایید شده که دیرو به سمع ما شما رسید که طالبا هنوز آمادگی خود را ابراز نداشته که با لازم ما جمهور رئیس گفتگوی مستقیم در قطر داشته باشه. پس این سفر هیچ گونه تاثیرگذاری بالای گفتگوهای صلح نمی‌بینید برش؟ متاسفانه باز هم تشاؤم خود در این قسمت دارم و امیدواری زیاد به این ما وابسته نمی‌کنم. آقای یاسینی، شما عضو مجلس نمایندگان افغانستان هستین. سیاست‌گذاری هایی که بیشتر به عنوان روند گفتگوهای صلح با طالبان به پیش برده میشه، حالا زیر هر نامی شورای عالی صلح یا موضع‌گیری های خود رئیس جمهور یا دفتر در قطر یا مسئله ترکیه یا هر جای دیگر یا مسئله آمریکایی‌ها، آیا واقعا فکر میکنید این همون جاده ای است که ما را به صلح میرسانه یا افغانستان را به صلح میرسانه؟ واقعا فکر میکنیم که این ما را به صلح متاسفانه نمیرسانه. چرا؟ چرا که فعالیت ها بسیار متشتت است، بسیار پراگنده است و ما این یک خط مشخص که از طرف پارلمان تایید شده باشه، از طرف مردم افغانستان تایید شده باشه، حکومت با مردم افغانستان او را شریک ساخته باشه و غیر از یک جرگی را که ما داشتیم و او جرگ هم زیر سالهای متعدد قرار گرفت، ما فکر میکنیم که تشتت و پراگندگی کوشش ها و سعی از کلکین ها و از پنجره های مختلف ما را به یک هدف واقعی نمیرسند. پس زمانی که شما هم باورمند به این جاده ای که بیشتر برای رسیدن به صلح از سوی حکومت یا هم گروه های دیگه که مطرح میشه یا هم شورای عالی صلح که اسکاندارش است، شما باورمند نیستید و میگن نمایندگی از مردم افغانستان هم نمیکنه، چرا مجلس نمایندگان به عنوان یک مجموعه صدای خود بلند نمیکنن؟ ما چند دفعه صدای خود بلند کردیم و بلند خواهد کردیم و یک کار است که بعد از قوانین که آیا ما به کجا میریم، آیا صلح چی معنا داره، صلح با کی، تعریف صلح، تعریف دشمن، تعریف طالب، تعریف غیر طالب. در این دو سال دست کم که شورای عالی صلح شما نمیدونید چه چیزایی؟ ما از طرف شورا چندین مرتبه بر حکومت نگرانی خود ابراز کردیم، لیکن الان منتظر میمانیم بعد از اجنده ها که قبل خدمت شما عرض کردیم، یکی از عناوین اجنده های شورای ملی و اولیسی دیگر این خواهد بود که در مورد صلح صحبت کنیم و رسما نظر خود به ریاست دولت در دو سال گذشته چرا چنین کار را نکردیم؟ چیزایی باید میشد که نشد متاسفانه و بازم میگم که ما نمیخوایم که مسئولیت گریز باشم. چیزایی است که مسئولیتش به دوش ما هست، چون به دوش هر افغان است، لیکن باز هم اگر این کار در این فصل شود کار خوب خواهد شده باشه. حالا در تازه ترین مورد موضع‌گیری وزارت خارجه افغانستان در مورد پاکستان براتون میگم که از مداخله کشور در امور افغانستان به ویژه در روند گفتگوهای صلح و محدودسازی رابطه افغانستان با هندوستان میگه. شما هم چنین فکر میکنین؟ باید بگیم که وزارت خارجه افغانستان حق داره که از پالیسی خارجی چیزی که به دست داره دفاع کنه و اگر وزارت خارجه ما دلایلی داشته باشه، ما نمیتونیم که از حکومت خود دفاع نکنیم و دلایلش بر جای باشه و در رابطه با محدودیت روابط و محدودیت ما مداخله پاکستان. پاکستان در روابط بین ما و بین هندوستان ای یک مداخله بجا خواهد بود و اگر بوده باشه ما قطعا رد میکنیم. اگر بوده باشه یا هست، ما میگیم که اسنادی را که وزارت خارجه ارائه کرده هنوز شما تا هنوز نمیدونین؟ تا هنوز یکی داشتن است، یکی شما در خصوص وزارت خارجه سوال کردین که وزارت ما در مورد خود شما الان میخوام وزارت خارجه سوال کرده. یک دفعه اگر ما را اجازه بدید که ما بپرسم وزارت خارجه به کدام دلایلی میگه اگر دلایل از طریق کمیسیون روابط بین المللی به ما بفرسته شکایتی وجود داره و قطعا باز شکایت صحت داره، نه امروز و در 10 سال گذشته موجوده طالبان مثلا در خاک پاکستانی یا در خاک قبایل آزاد
این مورد انتقاد ما هست و ما این جدا تقویه میکنیم، یک عملی است که بر ضد منافع ملی افغانستان صورت میگیره. پیشتر از این حتی کمیسیون امور جهانی مجلس هم بدی باور بود که کشورهای همسایه به ویژه پاکستان در چگونگی گفتگوهای سال و یا هم موجودیت حراس افغانا دست خود را میخواهد داشته باشند. ببینید بدون شک پاکستان دست قوی داره و میتونن که به طرف صلح چون آقای رئیس جمهور اون روزم یک بار مجدد گفت که ما توقع زیاد داریم از اسلام آباد که همکار باشه. اما گفتن که نشد. و هم شما میبینید، ما میبینیم که تا هنوز نشده، یا با عنوانی به تعریفی که ما پیش خود داریم با اون عنوان نشده. لیکن باز هم میگیم که بدون صلح ما هیچ چاره نداریم که غیر صلح و یک نقطه پایان به جنگ کنونی بتیم. لیکن ناگفته نمانه که همکاری پاکستان جدا ضروری است و پاکستان باید همیشه ما آن بورد و یعنی فکر میکنم بدون همکاری پاکستان تامین ثبات در افغانستان ممکن نیست. همچنان بدون همکاری افغانستان تابع همچنان بدون همکاری افغانستان تامین ثبات در پاکستان ممکن نیست. ببینید دنیا به یک گلوبال ویلج، به یک قریه جهانی تبدیل شده. جدا ما فرموده جناب عالی را تایید میکنیم که بدون همکاری جدی و راستین پاکستان تامین ثبات در افغانستان دشوار است. در تازه ترین مورد، زمانی که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به افغانستان آمد، دیدار با شمار از سیاستگران از جمله شما داشت. محور گفتگوها چی بود؟ اول آمریکایی ها به سیاسیون افغانستان وعده داد و اطمینان که دیگر افغانستان را اعلان نمی کنه و افغانستان را به باد فراموشی نمی سپاره، مثل که در دهه 90 شد. دوم پافشاریش این بود که ما خواهان یک انتخابات سرتاسری عادلانه و شفاف هستیم. امریکایی ها با اضافه از اینکه امریکایی نه کاندید داره و نه کاندید خواهد داشت و کاندیدا مربوطی خود جامعه افغانی است و جامعه افغانستان است که برای خود باید کاندیدا رو پیدا کنه و رای برشان بده و زمام حکومت به دستشان بده. دوسری نکته ای که او پافشاری کردن او بود ای بودن که انتخابات شفاف عادلانه سرتاسری و این نکته هم توأم به این است که ایالات متحده آمریکا به زعم خارجه به فرمایش خود از هیچ کاندید پشتیبانی نمیکنه بلکه از پروسه انتخابات پشتیبانی میکنه. چقدر باورمند به این صحبت ها هستن؟ شما مطمئنا حرفای آقای جان کری را پیشتر از این شنیده بودید که گفت که با بلند کردن دست رئیس جمهور در واقع معضله انتخابات 2009 را پایان بخشید. حالا چه تضمینی وجود دارد که یک بار دیگر ایالات متحده آمریکا اگر مشکل در چگونگی روند انتخابات پیش بیاید دست کسی را بلند بکنه؟ یگانه چیزی که ما امیدواری داشته باشیم در این معاملات پدیده های سیاسی این فقط باورمندی است و باورمندی متعلق به او شخصی است که از زبان از او از ارگان است که از زبان ارگان او صحبت میکنه. بیشتر از این هیچ تضمینی نه بس کس برای ما داده و نه توقعش باید داشته باشه. اگر آخرین سوال هم در مورد جایی که شما به عنوان معاون ایفای وظیفه میکنن بپرسم، فکر میکنن زمانی که اتهامات زیاد در مورد مجلس نمایندگان افغانستان است، کمیشن کاری تا فساد تا معامله‌گری تا هر مورد دیگه که از سوی اعضای مجلس نمایندگان مطرح میشه، ادامه همین روند، فکر میکنید شما به عنوان نماینده مردم زمانی که بین مردم خودم میبینین چی اسخاط کردین؟ اعتماد مردم خدشدار، یک اعتبار مجلس پایین آوردن، دو و نه تنها که ما به اصل فعلی کار خوبی نخواهد کرده باشیم اگر به این نقاط نقطه پایان نگذاریم، بلکه به نسل های آینده هم جوابگو خواهد بود. سپاسگزارم آقای یاسین از حضورتان. سلامت باشید.